قوای آمریکایی بالای مناطق قبایلی پاکستان بر علیه شورشیان به تهاجم پرداختند. کارشناسان میگویند نارضایتی از برنامه های کمک های ایالات متحده و حمایت آمریکا از جنرال های مورد مناقشه باعث ایجاد روحیه ضد آمریکایی به طور گسترده در پاکستان گردیده است. آنها میگویند حمایت آمریکا از جنرال هایی که باعث کودتای نظامی شدند از نظر تاریخی سبب ایجاد این نوع روحیه گردیده است. تعداد از پاکستانی ها به این باورند که آمریکا از اردوی پاکستان به خاطر برآوردن اهداف آمریکا مانند حضور قوای آمریکایی در افغانستان استفاده می کند. ویندی چمبرلین سفیر پیشین ایالات متحده در پاکستان میگوید احساس ضد آمریکایی با حمایت آمریکا از جنرال ضیاءالحق رئیس جمهور سابق در سال 1979 شده است. ضیاء نه تنها باعث سرنگونی حکومت گردید بلکه رئیس جمهور منتخب مردم ذوالفقار علی بوتو را اعدام کرد و از وهابی ها دعوت کرد تا از طریق خلیج فارس به خاطر رقابت با شیعه گرایی که از ایران سرایت کرده بود با پاکستان بیایند. دو دهه بعدتر حمایت ایالات متحده از جنرال پرویز مشرف باعث ایجاد روحیه ضد آمریکایی شده است. به خصوص در سالهای اخیرش وی روز به روز شهرتش را از دست داده است. فکر میکنم این مسئله بالای احساس پاکستانی ها در قسمت امریکا تأثیر نموده است. ابراهیم میگوید نظرهای جنجال برانگیز درباره وسعت و حدود رابطه امریکا با پاکستان وجود دارد. ایالات متحده نگرانی مشروع از مسئولیت برنامه اتمی پاکستان دارد، اما این مسئله باعث نظریات جنجالی شده است که آمریکا می‌خواهد برنامه اتمی پاکستان را کاهش بخشد. قرار گفته کارشناس منطقه، حکومت پاکستانی در عوض برای انداختن یک بحث مثبت از این نظریات برای ارعاب و متحد ساختن مردم استفاده نمودند. این بسیار اهمیت دارد که حکومت در سطوح مختلف از دموکراسی و آزادی های شهروندان باید حرف میزند. یک موضوع دیگر این که کارشناسان میگویند کمک های آمریکا به مردم مستحق نمیرسد. چمبرلین سفیر سابق میگوید کمک های ایالات متحده به طور مستقیم باید به جامعه پاکستانی برسد، نه از طریق حکومت پاکستان. این اعتماد را با وجود می آورد، چنانچه گفتند ما هیچ نوع جواب را نمی دانیم، اما شما جواب آن را می دانید. مطبوعات کامپیوتری نیز در این مورد بر اذعان آمد تاثیراتش را دارد. همین مطبوعات کامپیوتری در سال 2005 هلیکوپترهای آمریکا را نشان می داد که در یک منطقه دورافتاده زلزله زده پاکستان برای مردم منطقه کمک می رساند. اما همین مطبوعات اکنون حملات طیارات بدون پیلوت ایالات متحده را علیه القاعده و شورشیان طالبان همراه با تلفات ملکی هویدا می کند. ژیلا ناصری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.